با سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه مشاور شما من افسانه اسقری و همکارم محرام ارجنگی در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های اختصاصی در مورد خرید و فروش املاک در شهر تورنتو کانادا در برنامه قبلی همکارم در مورد رنوویشن و اینکه چطور خونتون رو رنوویت کنید که بیشترین ریترن رو داشته باشید براتون صحبت کرد در این قسمت من میخوام راجع به یک سری از پراپرتی های املاکی که در واقع شرایط خاصی داره برای هموطنان عزیزمون توضیح بدم مسائلی که ممکنه شما قبلا باهاش روبرو نشده باشید ولی در کانادا باهاش روبرو بش بشید بنابراین پیش زمینه و رو داشته باشید یکی, چیز، یکی, از چیزهایی که توی کانادا ممکنه که باهاش برخورد بکنید خونه هایی هستش که بهش میگن خونه های استگمتایز شده یعنی خونه هایی که از نظر فیزیکلی هیچ مشکلی ندارن هیچ از نظر ساختاری هیچ ایرادی ندارن ولی ممکنه که اموشنالی روی بایری که بخواد اون خونه رو بخره اثر بذاره در نتیجه ارزش خونه رو به قول معروف تحت تاثیر قرار بده خونه هایی که مثلا استگمتایز شده میتونه خونه هایی باشه که توش قتل انجام گرفته باشه مثلا خودکشی صورت گرفته باشه کسی کسی رو کشته باشه یا به قول معروف یک اتفاق ناگواری انجام گرفته باشه که بایری که داره اون خونه رو میخره حتما باید از این وضعیت اطلاع داشته باشه در نشه خونه هایی که استگمتایز شده هست اور هر مسئله مشکلی توش به وجود اومده باشه حتما بایستی ریل استیت ایجنت و فروشنده دیسکلوزش بکنن و بایر باید کاملا از این وضعیت آگاه باشه مرگ معمولی خیلی غیر عادی نیست اگر که شخصی بنا به علت کهولت سن توی یک خونه مرده باشه یا اینکه به خاطر کالچرشون دوست داشته باشه توی خونش بمیره به جای اینکه توی بیمارستان بمیره اون نمیتونه روی ولیوی خونه اثر داشته باشه بهتر هست که لیستینگ ایجنت این رو دیسکلوز بکنه که شخصی اینجا مرده دلیل مرگش این بوده ولی قتل اور یک اتفاق خاصی توش نیفتاده باشه یکی دیگه از انواع خونه هایی که احتیاج هست در موردش بدونید که بهشون خونه های گرو هاوس میگن گرو uh, هاوس خونه هایی هستش که uh, معمولا uh, توی اینا مواد uh, مخدر یا ماریجوانا uh, کاشت میشه uh, دلیل این که این خونه ها مشکل داره uh, در واقع به خاطر این هستش uh, این خونه ها رو مثل uh, گل ها درست میکنن um, حرارت خیلی زیاد رطوبت خیلی زیاد باعث میشه که uh, خونه ها به دلیل اینکه استراکچر uh, دیوارای اینجا در کانادا دا اکثر خونه ها چوبی هستش باعث میشه که ملت بزنه قارچ بزنه که این قارچ ها در مرور زمان رشد پیدا بیشتر میشه تعدادشون و گذا خوشون تا خارج میکنن که در واقع برای تنفس کردن به قول معروف باعث از نظر هلت دچار مشکل میشید بنابراین هلت ایشو داره خونه ها این خونه ها معمولا در اداره پلیس به قول معروف اینفورمیشنشون هست یعنی خونه هایی که گروه هاوس بوده اگر که شما شک بکنید که این خونه گروه هاوس هست یا ایجنتتون شک بکنه یا بازرسی که میاد خونه رو بازرسی بکنه اگر علائمی از به قول معروف گروه هاوس بودن توش ببینه میتونید با پلیس منطقه چک بکنید با اداره پلیس چک بکنید ببینید که آیا ریکوردی از این خونه هست یا نیست اگر که نباشه و فروشنده بدونه و این اینو دیسکلوز نکنه بعد از اینکه شما خونه رو تحویل گرفتید و همسایه ای کسی بیاد به شما بگه که این خونه توش مواد مخدر تولید, رو تولید می شده و اگرچه که حتی ریپورتش توی پلیس نباشه ولی فروشنده و ایجنتش موظف هستن که این رو حتما دیسکلوزش بکنن Uh, یکی دیگه از انواع خونه هایی که uh, در واقع شما ممکنه باهاش روبرو بشید در موقع خرید پاور اف یا همون حراج بانک پاور سل هر حراج بانک خونه هایی هستش که فروشنده نتونسته uh, در واقع اونر فروشنده نتونسته در واقع مورگجش رو بده بعد از یک مدتی بانک اومده خونه رو تحویل گرفته uh, خیلی از دوستان فکر میکنن که خرید پاور اف همیشه آم، یک دیل خیلی خوبیه به خاطر اینکه هر راج بانکه. بانک این آم، نسسرلی امروز روز آم، این آم صدق نمیکنه ممکنه یه زمانی مثلا در سالهای خیلی گذشته در سال 1987 تا 92 به دلیل اینکه قیمت خونه ها پایین بوده مرگجا سخت بوده و مردم میزان زیادی داون پیمنت حالا بنا به هر دلیل تو اون دوره نتونستن مرگجشون رو به قول معروف تیکر بکنن بانک به اندازه کافی اکویتی توش داشت در نتیجه میتونست با قیمت پایین تر بفروشه و پول خودش رو بگیره و به قول معروف از بیاد کنار اما توی مارکتی که امروز ما داریم به دلیل اینکه قیمت خونه ها خیلی زیاد هست معمولا خیلی اکویتی توش نیست بنابراین نسسلی دیلای خیلی خوبی نخواهد بود مشکل پاور آف سل یکی از مشکلاتش اینه که شما در وقتی که با بانک طرف هستید هیچ حق انتخاب ندارید بانک همه شرایطی رو که خودش رو پروتکت میکنه و مورد توجه و نظر خودشون هست اون رو به شما به قول معروف اعلام کنه توی همون اسکجول ای که یا سی یا دی هر چیزی که خود بانک داره این رو ارائه میده به بایر و بایر تنها کاری که میتونه بکنه اینه که اونو قبولش بکنه یا در این صورت دیری نخواهید داشت در مورد پاور سیل یکی دیگه از مشکلات یکی از چیزهای دیگه ای که ممکنه باش رو به رو بشید اینه که معمولا فروش صاحب خونه ای که خونش رو داره از دست میده و چیزی برای در واقع دیگه از دست رفتن نداره معمولا اینا دمج زیادی به خونه وارد میکنن مثلا ممکنه تمام اپلاینس ها رو ببرن ممکنه دمج ایجاد کن, کنن دیوار رو بشکنن کف رو بکنن یعنی در واقع شما با یک خونه ای روبرو میشید که با همون شرایط با تا همام خرابی هایی که توش هست باید بخرید به اون قیمتی که بانک توافق میکنه بنابراین نه نگوشیشنی در کار هست و نه چیزی که شما رو پروتکت بکنه پس بنابراین این حراج بانک نسسرلی دیل خوبی نمیتونه باشه یکی دیگه از مشکلاتی که حراج بانک داره اینه که آدم شخصی که میره دنبال حراج بانک باید مطمئن باشه که میتونه خونه رو در مدت خیلی کوتاه مکسیموم تا یک ماه کلوزش بکنه برای اینکه اینو مد نظر داشته باشید هر زمانی تا قبل از کلوزینگ بنا به هر دلیلی فروشنده بتونه با اون میزان بدهکاری که به بانک داره اور حتی یک میزان کوچیک از اون بدهکاری رو به بانک پس بده باز خونه عملا مال اون هست و میتونن و دیل شما در واقع دیل باطل شده یه بنابراین نسسلی حراج بانک خرید بسیار خوب و اکازیونی نمیتونه باشه یکی دیگه از خونه هایی که در واقع شما میتونید باش رو بشید بهش میگن استیت سل استیت سل یعنی یا همون خونه ورسه هست که و راست خونه رو بعد از مرگ والدین و اقوام میذارن برای فروش معمولا برای فروش این مدل خونه ها قبل از, قبل از هر چیزی باید یه وکیلی باشه که کار وراست انحصار وراست رو انجام بده یک شخصی به نام اکسیکیوتر یا که معمولا ایدر یا یکی از بچه ها هستن یا یک شخصی که اصلا هیچ نوع به قول معروف اینترستی تو خونه نداره مسئول میشه که کارای به قول معروف فروش خونه رو انجام بده معمولا کار انحصار وراثت از زمانی که شما از زمانی که شخص فروشنده یا یکی از اقوام شروع میکنه تا زمانی که انجام بگیره و فاینالایز بشه و در واقع دادگاه یک نامه ای بده که همه کارها فاینالایز شده است و هیچ کسی قرار نیست بعدها بعد از اینکه خونه رو تحویل بگیره هیچ مشکلی هیچ به قول معروف دبه ای در بیاره معمولا بین دو ماه تا سه ماه مکسیموم 90 روز طول میکشه که این کار فاینالایز بشه بنابراین وقتی که شما دارید یه خونه ورسه می خرید ایجنتتون بایستی با ایجنت فروشنده در ارتباط باشه سوالای اولیه رو بکنه ببینه که این پراسسش چقدر طول میکشه معمولا اگر که هنوز فاینالایز نشده فروشنده اونجا یه کاندیشن میذاره یه شرطی میذاره و اون شرط این هستش که معمولا ما یک تاریخ کلوزینگ یا تاریخی که خونه رو شما تحویل میگیرید در قرارداد مشخص شده است ولی فروشنده این شرط رو میذاره که اگر تا این تاریخی که ما قرار خونه رو به شما تحویل بدیم هنوز کار وراستمون انجام نشده فروشنده حق داره این کلوزینگ رو بین سه تا شست روز تا شس روز دیگه اکستندش بکنه بنابراین در مورد خرید استیت سیل فروش بایر بایستی یه مقداری فلکسیبلتر باشه از لحاظ اینکه بتونه کلوزینگ رو جابجا بکنه مثلا به فرض اگر خونه ای دارید که قراره بفروشید یا اگر مستجر هستید و قرار نوتیس به سابخونتون بدید باید طوری باشه که اگر تو اون تاریخ نتونستید خونه رو تحویل بگیرید به قول معروف بی خانمان نشید و یا مجبور نباشید برید یه جای دیگر رو اجاره بکنید بنابراین در مورد استیت سیل حتما ایجنت شما خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه میتونه اطلاعات درست بگیره برای اینکه شما رو پروتکت بکنه میتونه زمانه رو یه طوری تنظیم بکنه که به قول معروف شما سیف باشید و در هر حال کلوزینگتون به مشکل برنخوره در مورد استیت سلا گاهی اوقات میتونه دیلای خوبی باشه گاهی اوقات میتونه دیلای خوبی نباشه همه اینا بستگی داره که فروشنده هاتون کیا هستن اگر به قول معروف بازماندگان فقط هدفشون این هستش که خونه رو بفروشن و به قول معروف هر کی شعر خودش رو بگیره بره میتونن آدمای گریدی نباشن در نتیجه شما میتونید دیل خیلی خوب بگیرید یه موقعی هم هستش که بازماندگان بسیار آدم های هستند و سر کوچکترین مبلغی میتونن با شما نگوشیت بکنن به هر حال سیتسل هم یک نمونه از به قول معروف خونه هایی هستش که میذارم برای فروش و از استاندارد خونه های معمولی که یک فروشنده ای وجود داره یک خریداری وجود داره همه چیزش نرمال هستش فرق میکنه و همینطوری که گفتم شما حتما بایستی شور بکنید که تا روز کلوزینگ اون به قول معروف کورت order آماده باشه otherwise uh, ممکنه که شما نتونید خونه رو کلوز بکنید اور یک تایتل کلین به شما تحویل داده نشه uh, و این کار اصلا اگر که شما کورت اوردر رو نداشته باشید انجام نخواهد گرفت این در مورد به قول معروف خونه های خاصی بود که خیلی نرمال نیستش همیشه ما باهاشون برخورد نمی کنیم تک و توک ممکنه در سال بهشون برخورد بکنیم در نتیجه یک کوچولو میخواستم راجع به اینا براتون توضیح بدم با هم یک برنامه کوتاه رو نگاه می برمیگردیم بر می گردیم و من براتون راجع به خونه های لاکچری و استیت پراپرتی ها صحبت می کنم. خب دوستان عزیز برگشتیم و میخوایم راجع به لاکچری هوم صحبت کنیم لاکچری هوم به خونه هایی میگن که به صورت کاستم بیلد ساخته شده یعنی اینکه یک بیلدری رو شما هایر می استخدام میکنید آرشیتک رو خودتون استخدام میکنید و خونه رو طبق سلیقه و اون چیزی که خودتون میخواهید و علاقه من هستید میسازید بنابراین در مقایسه با ساب دیویژن که به شما یک چیزی فروخته میشه در خونه های لاکچری این, ها این وضعیت نیست این حالت رو نداره در خونه های لاکچری شما معمولا خونه هایی دارید که بالای 3500 سکویر فیت هستن توی به قول معروف شرایط معمولی حالا فرق میکنه اگر که شما در یک منطقه باشید که کلا زمین ها کوچیک هست خب لاکچری هومتون کاستوم بیلت هومتون کوچیک تر خواهد بود ولی نرمالی خونه هایی میگن که سایز های بزرگ داره، بزرگتری داره و معمولا تمام چیزهایی که در خونه استفاده میشه top of the لاین هست مثلا هارد وودش رو ها نمیرید از نمیرن از یه کمپانی خیلی معمولی بخرن همه اینا کاستم بیلت هستش اپلاینس هاش کاستم بیلت هست خدمتون ارز کنم معمولا elevator دارن استخر درست میکنن اکستریرشون معمولا بسیار لاکچری هستش از combination آف سنگ یا آجر یا استاکو استفاده میکنن برای اینکه خوشگل تردیده بشه. و همچنین زمین های معمولا بزرگتری داره در بیشتر در لوکیشن هایی میبینید که منطقه قدیمی بوده ها رو داره بازسازی میشه و خونه هایی که تو این منطقه توی این مناطق ساخته میشه معمولا خونه های لاکچری هستن حالا در مورد استیت پراپرتی میخوام باتون با صحبت کنم استیت پراپرتی معمولا پراپرتی هایی هستن که روی زمین های خیلی بزرگ بالای یک هکتار توش خونه ساخته میشه میتونه از یک هکتار تا 20 سی هکتار باشه و خونه هایی هستن که معمولا میگم تو این زمین ها ساخته میشن معمولا بیرون شهر هستن این نوع خونه ها اکثرا آب لوله کشی شهر ندارن فاضلاب شهر ندارن و درشون از سپتیک تنک یا یک به قول معروف تانک هایی هستن که فازلاب میره توی اونها که معمولا اینا رو سالی یک یا دو بار بستگی به بزرگی تانک میان تخلیه میکنن همچنین برای آب نوشیدنی یا آبی که استفاده میکنن آب چاه هست که وقتی که شما دارید خونه ای رو خریداری میکنید ریال استیت ایجنتتون باید راهنماییتون کنه که حتما کاندیشن بذارید برای اینکه سپتیک تنکتون با مورد بازرسی قرار بگیره و همچنین آب چاهتون برای اینکه اگر که بای انی چانس این سپتیک تنکا این به قول معروف لیک بکنن باعث آلودگی آبی که در واقع استفاده می کنید میشه بنابراین دا گذاشتن کاندیشن اینکه آب چاهتون رو و سپتیک تنکتون رو بازرسی بکنید از ضروریات خریدن خونه استیت پراپرتی هست یکی دیگه از چیزهایی که در مورد استیت پراپرتی بایستی حتما مد نظر داشته باشید این هستش اگر که استیت پراپرتی برای شما ایدئال هست و هیچ کاری نمیخواید توش بکنید که مسئله خریداری, خریداری کردنش خیلی به قول معروف غیر عادی نیست اما اگر شما استیت پراپرتی رو دیدید که لاتش رو دوست دارید لوکیشنش رو دوست دارید اما خونه توش که خونهی که توش هست قدیمیه یا اینکه براتون کوچیکه و قرار اکستنشن بزنید بنابراین حتما مطمئن باشید که ریل ست ایجنتتون تو اون زمانی که داره به قول معروف شما شرط گذاشید برای اینکه وامتون رو بگیرید برای اینکه سپتیک تنکتون رو بازرسی بکنید برای اینکه خونه رو بازرس بفرستید و همه اینا شرط این رو بذارید که در واقع شما یا ریل استیت ایجنتتون بتونن از شهر شهرداری اون منطقه و یا کانسرویشن به قول معروف اتوریتی اون قول اون شهر با اونا صحبت کنن برای اینکه این خونه ها معمولا ایدر توی یک جنگلی هستن اور پشت به دریاچه هستن اور به هر حال یه چیز طبیعی دور و اطرافشون هست که برای ساخته شدن اور اضافه کردن به خونتون به خونه ناچارید که یه سری قانونا رو رعایت بکنید برای این فکر نکنید چون زمینم بزرگه من همه کارتون اون خونه میتونم بکنم این چنین نیست بایستی قوانین اون منطقه رو رعایت بکنید این یه توضیح کوتاهی در مورد استیت پراپرتی بود اگر سوالی داشتید کانسرنی داشتید مجددا میتونید به ما ایمیل بکنید حتما با شما تماس خواهیم گرفت و به قول معروف جواب سوالاتون رو خواهیم داد در جلسه بعدی همکارم محرام ارجنگی براتون راجع به اینوستمنت پراپرتی ها صحبت میکنه و اینکه چه پراپرتی هایی رو بخرید که برای سرمایه گذاری براتون بهترین و بیشتر این ریترن رو داشته باشه امیدوارم که توضیحات این جلسه مورد پذیرشتون واقع شده باشه امیدوارم مورد استفادهتون واقع شده باشه و براتون روز و روزگاری خوب رو آرزو می کنم به امید دیدار در جلسه بعد